سلام به دوستان عزیز گرانقدر، وقت شما بخیر. امروز میخوام برای شما آموزش نصب فایروال ASA رو بر روی GNS3 آموزش بدم. اول از همه ما بایستی VMware Workstation خودمون رو روشن بکنیم و GNS3 رو بر روی اون پاور آن بکنیم که من این کار رو انجام میدم تا کارمون آغاز بشه. به موازاتون برای اینکه از وقتمون استفاده کنیم میریم اینجا و GNS3 رو هم که قبلا نصب کردیم که باز آموزش نصبش رو با هم داشتیم توی ویدیوهای قبل، شما میتونید مراجعه کنید، این رو ما باز میکنیم و اینجا برای گزینه ادیت کلیک میکنیم و پریفرنس خودمون رو کلیک میکنیم، براش میزنیم، ساب میکنیم تا این به اون در واقع VMware ما نصب وصل بشه. یک فایل انتخاب میزنیم، نیمی برای فایلمون در نظر میگیم، مثل انتایتل مثلا 14 من در نظر گرفتم. دوباره وارد پریفرنس میشم و در اینجا بر روی گزینه iOS on Onyx فشار میدم. به اینجا شما بایستی لایسنس این کار رو بایستی داشته باشید که لایسنس این کار رو من اینجا برای شما گذاشتم. شما میتونید همین کلمات رو به همین شکل بنویسید یا میتونید اینها رو، حتی توی اینترنت هم اینا موجود هستن، فایل نوتپدش موجوده، یا یعنی که همینو در یک فایل نوتپد، شما من نشون میدم این فایل نوتپدی رو که در پایین هستش، میتونید اینجا یه فایل نوتپد رو بسازید و این رو سیو کنید. و وقتی که سیو کردید، که من نیاز به سیو کردنش ندارم، وقتی که این رو سیو کردید اون موقع میتونید این رو برید مثلا بروز کنید از جایی که مد نظرتون هست، از جایی که این فایل نوت پد رو شما سیو کردید و گذاشتید، درست کردید یا دانلود کردید، این رو برید و به طور مثال من در این قسمت گذاشتم، این رو من میام و بروزش میکنم و در مقابل من هست. بعد از اون بر روی گزینه کم و VMS من کلیک میکنم و میام در قسمت نیو، یک دیوایس جدیدی رو من میخوام به این سیستم خودم معرفی کنم. از همون لوکال کامپیوتر خودم استفاده میکنم، توجه نمیکنم به این پیغام اخطار و این توصیه که به من داره میکنه، مهم نیست توصیهش. آره، و یک نامی رو براش انتخاب میکنم، من ASA رو انتخاب میکنم، شما میتونید نام دیگه رو انتخاب بکنید. یک رمی براش در نظر میگیرم و رمیش 512 کافی هستش. و در این قسمت تلنت رو من انتخاب میکنم. یک ارور اینجا وجود داره و من میذارم این ارور که در قسمت کمو باینری هست برای شما پیش بیاد، اینجا رو من از دست اینجا رو تنظیم نمیکنم که بعد به شما بگم چیکار باید بکنید. میشه از این قسمت هم ارور رو پیشاپیش رفع کنم، ولی میخوام ترابل شوتینگ هم یه قدری با هم کار کنیم. من کنسول تایپ تلنت رو میپذیرم و یک ایمیج جدید رو من صدا میکنم. شما لازم هست که فایل در واقع ایمیج در واقع این کار رو قبلش دانلود کرده باشید که روش های مختلفی هست. شما بایستی این رو برید بخرید از سیسکو یا اینکه به هر حال یک سری چیزهایی هست که میتونید از سیسکو بخرید، یا حالا ایران منابع مختلف هست که میتونید دانلود بکنید. من نمیخوام وارد اون بحثا بشم و اینجا من به طور مثال ASA 842 رو دانلود کردم. وقتی دانلود میکنید، باز میکنید، شما بایستی قسمتی که به شکل تایپش هست، نوع فایلتون هست، WinRAR آرشیف و پسوند GZ داره در میان اینها، این رو میتونید ببینید، اون رو اوپن کنید و از این قسمت در واقع بارگیریش رو آپلودش رو انجام بدید. فایروال ما نصب شده اما تنظیمات نیاز داره، این اصلا الان جواب به کار ما نمیده. برای گزینه ادیت کلیک میکنیم، اولا یه سیمبل خوشگل براش پیدا میکنیم، برای بروز کلیک میکنیم، برای کلاسیک باز شوی کلاسیک فشار میدیم و بعد ASA رو انتخاب میکنیم و همینطور مشخص میکنیم کتگوری این دیوایس ما دیوایس سکوریتی هست همونطور که میدونیم و این قسمت اوکیه. نتورکمونو ما میخواییم 4 تا مثلا اینترفیس براش داشته باشیم. از چه اینترفیسی؟ مثلا میخواییم فست اینترنت باشه، میتونیم گیگابیت اینترنت باشه، چون محیط مجازی هست خیلی اینا مهم نیست، چون جواب کار ما رو میده. حتی میتونیم اینجا بیایم تایپ های مختلف رو انتخاب کنیم، اما همون تایپ اینترنت 1000 برای ما کفایت میکنه. قسمت ادوانس 4 تا تنظیمی هست که ما بایستی انجام بدیم.
اولا در قسمت اینیشال رم دیسکش بایستی بروز کنیم و دوباره همون فایل gzip رو دوباره اینجا هم اوپن کنیم، آپلود کنیم. در قسمت کرنل ایمیج کرنل رو بایستی دانلود آپلود کنیم، این قسمت که قبلا دانلود شده که همشون البته در یک پکیج دانلود میشن. این قسمت در واقع این کرنل فایل ما هست که از تایپ خود فایل هست و اسمش هم مشخصه، vm linux هست. این رو من دوباره اوپن میکنم. در قسمت کرنل کامند لاین یک کامندی رو شما بایستی اینجا تایپ بکنید و بنویسید که من این کامند رو دو تا کامند هستن که نشونتون میدم از که چجوری چی باید بنویسید. اینها رو من بایستی برای شما خب پیدا کنم در این قسمت. بله، اینا رو من در این قسمت گذاشتم. قسمت کرنل کامند لاین من این کامند هست که از قسمت داش اینو من کپیشو انجام میدم و در این قسمت پیستش میکنم و همینطور در قسمت آپشنز هم بایستی این قسمت داش VNC رو تا این عددی که وجود داره رو من دوباره کپی و پیست کنم و اون موقع دکمه اوکی رو میزنم. خب اپلای میزنم و اوکی. الان کار من تقریبا باید آماده شده باشه. از این برم که دوباره سر زدم به VMware Workstation هم که میبینی IP گرفته و کار کرد. کاتگوری های مختلفی از کاتگوری روتر ها، سویچ ها و ان دیوایس ها و همینطور کاتگوری سکیوری دیوایس ها که من اون رو اینجا گذاشتم. از ان دیوایس خارجش کردم، گذاشتمش اینجا. درگ میکنم میکشمش وسط. ببینید نودش قرمزه. من میخوام نودش رو استارت کنم اما بعد از چند ثانیه دوباره قرمز میشه. چرا این اتفاق پیش میاد؟ دیلیت میکنم. به خاطر این هستش که کلیک راست میکنم و کانفیگور تمپلیت رو میزنم. این اونجایی بود که من میتونستم قبلش تنظیماتش رو انجام بدم که ما باینری رو بر اساس دستگاه شما، این به دستگاه من این سیستم میخوره. شما باید ببینید چه سیستمی به دستگاهتون میخوره و اون رو با این 4 5 تایی که اینجا هست بازی کنید، ببینید کدومشون به دستگاه شما سازگاری داره، کامپتیبل هستش و اون موقع اوکی رو فشار میدم، اس ای رو دوباره میکشم. استارت رو میزنم. سبز اوکی. پس سبز. و سبز باقی میمونه و در نتیجه کنسول رو هم فشار میدم و آرام آرام آماده میشم تا بتونم این در واقع فایروال خودم رو راه اندازیش رو ببینم و شروع کنم باهاش کار کردن. فایروال یه قدری زمان میخوره، طبعا فکر کنم 3-4 دقیقه زمان میخوره تا بیاد بالا کامل و صبور باشید. حتی اگه روی صفحتون برای چند ثانیه دیدی که اینا تکون نمیخورن و بالا پایین نمیشن، نگران نشید، فقط صبور باشید و صبر کنید تا فایروال شما بالا بیاد. یه نکته من در مورد فایروال بگم. تو تمرینات سیسکو، تو تمرینات CCNA سکیوریتیش یه قسمتی هست که شما بایستی برید ویلن بسازید و تو فایروالتون و در واقع اون DMZ و دیمیلیترایزونتون رو و اون شبکه داخلی خودتون رو که میخواین فایروال جلوش قرار بذید توی ویلن های مختلف قرار بدید. و متاسفانه امکان ساختن ویلن تو این فایروال وجود نداره. اگر شما یک فایروال به طور مثال 5505 یا 5506 رو از شرکت سیسکو خریداری بکنید، ایزوهاش رو بگیرید و نصب بکنید، کاملا میتونید همه کارهای نرمال رو باش انجام بدید. اما بعضی از این فایروال ها این قابلیت رو ندارن و این فایروال نمونه کاری ما که داریم نصب میکنیم من به شما نشون میدم که نمیتونید باش ویلن رو بسازید. اما خیلی از کامند هایی که شما نیاز دارید رو در واقع میتونه انجام بده. ضمن اینکه شما میتونید به جایی که ویلن بسازید بیایید توی اینترفیس های مختلف آی پی آدرس هایی که بهشون میدید رو بیاید در واقع دیمیلیترایزونتون رو به اون شکل تعریف بکنید و محیط در واقع اون شبکه لنی که شما میخواید ازش حفاظت کنید کار کنید. ببین دوستان، وقتی به اینجا رسیدید و این قسمت رو دیدید که سیسکو ASA هستش رو، یعنی کار شما آماده است. فقط یه اینتر من میزنم وارد میشم و بعد محیط enable رو میخوام وارد شم. enable رو میزنم و از من پسورد میخواد. پسورد اینجا هیچه،
هیچ چیز نمیخواد بنویسید، فقط اینتر رو فشار بدید، چون اولین پسورد ASA هیچ هستش، هیچ پوچ. و بعد وارد محیط کانفیگور ترمینال یا گلوبال مود میشم و اینجا میخوام تست کنم ببینم آیا ویلن داره، میتونه ویلن سی رو برای من بسازه که میگه نه من این قابلیت رو ندارم. آیا میتونه وارد ویلن مثلا یک بشه؟ نه، اصلا اینترفیس وقتی من بزنم میبینم که اصلا ویلن نداره، گیگابیت اینترنت داره، نول داره، پورچنل داره و چیزهایی از این دست و ویرچوال داره به طور مثال و هر چیزایی از این دست. خب حالا برمیگردم این قسمت، من میخوام ببینم که چه اینترفیس هایی من دارم. شو، اینجا شما باید بنویسید شو اینترفیس آی پی بریف. برعکس اون پیامی هست که شما توی سویچ ها و روتر ها داشتید، دقت کنید در فایروال این پیام بر این قسمت آی پی و اینترفیس با هم جابجا شده و به این صورت شما میتونید اینجا ببینید که چه اینترفیس هایی داره و حتی میتونید توی محیط گلوبال مود این کار انجام بدید. قبلا اگه میخواستیم توی روتر و سویچ انجام بدید بعد من دو رو مینوشیم بعد شو حالا هر چیزی که به دنبال داشت، اما اینجا این قابلیت رو داره که مقدار این تفاوت کامندا است که باید اینا رو دقت کنید و در موردش حتما قبلش یه سرچی بکنید ببینید چیکار باید بکنید. خب برسه اونجا آموزش مرتبط شما قرار گرفته باشه و منو لایک کنید و سابسکرایب کنید تا بتونم ویدیوهای بیشتری برای شما بذارم و اینجوری احساس کنم که کارام مفید و فایده برای شما عزیزان واقع خواهد بود. درود بر شما، روزتون خوش، ارادت دارم.